درود میفرستم به کسانی که رو راست هستن و خودشون رو زرنگ نمیدن. برنامه لایف کوتاه خواهد بود، تنها آمدم بگویم که یک شنبه لایف مهم و تاریخی یا اونگونه که بارها میگم لایف شماره یکی ایران رو خواهیم داشت و از اون سو این لایف ها تاریخی و ماندگار خواهد بود، چرا که یک نگاه متفاوت، یک نگاه نو، یک تحلیل نوعی رو برای نخستین بار ما در این برنامه ها با کمک دوستان انجمن مفنا یا مهندسان، فلسفه خوانده ها و نخبگان ایران و ابر انسان ها خواهیم داشت. در این برنامه ها دست کم 4 بخش کلی رو ما اینجا میگیم. یک بخش مسائل روز هست که این برنامه یک شنبه 25 آبان که میشه 15 نوامبر پیوند داره به یک نکته، میتونم بگم وحشتناک، بسیار وحشتناک و تکان دهنده، و اون اینکه سال پیش در اون زمان که رژیم بسیاری از مردم رو داشت میکشت، مردمی که برای گرانی بنزین که حقشون بود اعتراض کنن آمده بودند، دولت ترامپ، دونالد ترامپی که یه شمار گمان میکنن منجی شاید هست یا به مردم کمک خواهد کرد، همزمان در آبان ماه داشت با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی معامله میکرد. یعنی در یک ملاقاتی و من دیگه بیشتر از این اینجا این مورد تکان دهنده و مهم رو و تاریخی رو بازش نمی کنم چون زمان نیست، میگذاریم یک شنبه ساعت 23 ایران که چقدر این تکان دهنده است و به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر که خوب مسائل روز رو ما همزمان پیگیری خواهیم کرد، یک پرونده ویژه هست درباره یک شخصی که در بیرون کشور هست. میخواییم این رو بگیم که ما چه گرفتاری مردم ایران دارند، کسانی که میبایستی درس خواندن، کسانی که میبایستی کمک کنند دارن به مردم خیانت میکنند، نشانی بد، مردم رو در دام و در تله میندازند، دانسته ندانسته فرق نمیکنه، نتیجهش این هست. و این پرونده رو بررسی خواهیم کرد. شخصی است به نام علی عبدالرضایی که ما این نشانیش رو در همین پایین، در همین جایی که دارید میبینید ما خواهیم گفت. شما برید یک کم درباره این شخص هم تحقیق کنید و ما ببینید چه گرفتاری داریم. و من نام این آدم ها رو میذارم بدترین آدم های تاریخ، بدترین ایرانی ها، حتی از خود رژیمی ها، یعنی اون جلادان، اون بازجوها هم چه بسا اینها بیگمان بدترند. طرف تو انگلیس هست، تو اروپا هست، تو آمریکاست و من دیگه بیشتر از این چون اینجا زمان نیست میخوام تنها اون عنوانش رو گفتم. و یک مورد دیگری که گفتم چند بخش داره این لایف های تاریخی ما، این لایف که میگیم شماره یک ایران هم هست و در جای دیگر شما نخواهید شنید، این 5-6 میلیون ایرانی بیرون، یعنی این لشکر 5-6 میلیونی که میبایستی به ایران کمک میکرد، داریم بررسی میکنیم دارن چی کار میکنن، چی کار کردن پس از نه یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، 15 سال، 40 سال. خب یکی ما اینو داریم بررسی میکنیم که بسیار مهم هست، نگاه از درون هست. من پورا که در این اروپا یا آلمان هستم داریم به کاسی ها، اشکالات ما از درون دارم بررسی میکنم. خب این یکی از، و دیگر ما راهکار داریم میدیم. نکته دیگری رو که بررسی میکنیم دادن راهکار هست، چگونه از این گرفتاری ها بیرون بیاییم و چگونه میتونیم کشور رو، مردم رو،
نجات بدین. و خب انتقاد ما این هست، انتقاد چه من پورا چه ما دوستانمون در انجمن مفنا، که این راههایی که رفتیم، نه اینکه گفته من باشه شما میتونید ببینید، اشتباه بوده. خب حالا این پرسش هست که راه شما چیست؟ خب طبیعی است راه ما راه خردمندانه است، راه نو هست، یا راهی که میگیم اندیشمندانه و تجربه اندیشمندان و فیلسوفانه هست. و نیز خب راهی است که برای نخستین بار داریم به اون میپردازیم. و من بیشتر از این دوستان اینجا دیگه من میخوام اینو به پایان ببرم. تا یک شنبه 25 آبان ماه ساعت 23 ایران، 23 به وقت اروپای مرکزی هست. شما که در اینستاگرام دارید میبینید این رو فالو بفرمایید برای اینکه از دست ندید. در کانال مهندسان ایران یوتیوب دوستان سابسکرایب بفرماین. من یک برنامه ویژه در اون کانال مهندسان ایران خواهم داشت، برنامه بسیار بسیار ویژه‌ای خواهد بود. و نیز در فیسبوک هم از گروه ابر پارلمان ایرانیان، ابر پارلمان 10,000 ایرانیان بیرون، که حالا میگیم چرا این بیرون هست، من دیگه اینجا زمان نیست، دوستان اونجا هم میتونن دنبال کنن. خب من به درود میگم، تا یک شنبه این لایو تاریخی و مهم رو از دست ندید. مراقب سلامتیتون باشید، ماسک رو هم بزنید، فاصله رو رعایت کنید، کمتر چی میگن در جاهای شلوغ هم نروید و آب هم بیشتر بنوشید. آب به ویژه آب ولرم همواره من میگم صبحا برای این خوب هست. من دیگه اینجا زمان ندارم تا فردا.